تهمت، backbiting, accusation and insulting به زبان انگلیسی. وقتی که ما در مورد بقیه نظر میدیم این خیلی مهمه، چون وقتی که ما در حق و حقوق رایت هایی که انسان داره در زندگی نگاه میکنیم، ما دو نوع حق و حقوق داریم، حق الله و حق الناس. The right of Allah God, the right of humans. خدا روز قیامت میگه ما میتوانیم از حق الله بگذریم بر اساس یک قواعد و ضوابط. We can forgive the حق الله, the right of Allah. اما در مورد حق الناس که میرسه, the right of people and human, we cannot forgive. دیگه اینجا محدوده قدرت خدا نیست که ببخشه. چون خدا فرموده هر کس رو در روز قیامت مجبوره حقش رو از مظلوم حق مظلوم رو از ظالم میگیره. و این حق رو داده به هر مظلومی که حقش رو مطالبه بکنه. پس اگه وقتی از ما یه اشتباهی رو انجام میدیم که شاید حق الله حساب بشه، اما به این ستا که میرسیم اینا حق الناس میشه. اهانت، تهمت، غیبت. هر سه تا اینا میاد زیر مجموعه حق الناس. که بخشش اینا خیلی کار سختی، مگر اینکه انسان حلالیت به طلب از صاحبش. حالا میریم شما میشین توی یک مکان صحبته، به قول معروف اختلاط. تا حالا پیش اومده، اینم یکی از مشهورترین اکسکیوز ها و توجیهاتی هست که ما داریم. یکی از شروع میکنه به غیبت، میگم آقای فلانی، خانم فلانی غیبت نکن. قدیم میگفتن خانوما معروفن، الان متاسفانه ما جلو زدیم، مردا خیلی وقتا جلو زدن. سوال میکنم آقای فلانی یا خانم فلانی غیبت نکن، اولین جوابی که شما خواهند داد اینه، اینو من بارا خودم برای من پیش آمده، میگم اگه من دروغ میگم این حقیقته. خب اگر دروغ شما بگی که تهمت نمیشه، اگر شما دروغ بگی که غیبت نمیشه، اگر دروغ باشه میشه تهمت که بدتر از غیبت. غیبت یعنی چی؟ backbiting یعنی چی؟ یعنی یک حرف راستی رو، یک عیب و اشکال حقیقتی رو، راستی رو بدون کم و زیاد کردن پشت سر یک انسانی که حضور نداره بدون رضایتش بگی. backbiting. اما اگه اومدین دروغ گفتین، یک چیزی رو اضافه کردیم، یک کلاغ 40 کلاغ که الحمدلله بین قشر مسلمان متاسفانه رایجه، از کاه کوه ساخته میشه. اگر نمیدونم داستانش رو شنیده باشین یا نه، میگفتن توی الان یک شهر خاصی رو میگفتن، من نمیگم، حالا بگیم توی شهر مسلمون یه جایی تصادف میشه، یک کسی خراش بر میداره، به کوچه بعدی که میرسه این خراش تبدیل به جراحت عمیق میشه، به اون کوچه دو تا کوچه مبرتر میرسه این کلن صورت رو نمیشه شناخت، به پنج تا کوچه مبرتر که میرسه ممکن حتی کله هم قطع شده باشه، از کاکو درست میشه. که بعضی وقتا ریشه یه دروغ رو نگاه بکنی، یه شایعه رو نگاه بکنی، یه چیز خیلی جزئی شروع شد. این یک، مگه ما دروغ میگیم؟ جمله دوم، یه آقا نکن، صحبت نکن پشت سرش. آقا مگه من ازش میترسم؟ جلوی خودش میگم، ترسی ازش ندارم. حالا سوال اینه که غیبت برای ترسه؟ غیبت رو گفتن نکنین که شما ترستون رو کنترل کنین، یا نه غیبت برای اینه که شما آبروی کسی رو نبرین؟ حالا سوال، در هر صورت جمله اول، اگر شما راست بگین پشت سر یه نفر بدون رضایتش شد غیبت، backbiting. اگر یه دروغی رو، یه لایی رو پشت سر یه نفر بدون رضایتش بگین، خب مسلم هیچ کس راضی نیست، این شد accusation، تهمت، که گناهش بدتر از اونه، is worse than backbiting. سوم، اگر شما پشت سرش هم نگین، جلوی چشمش بگین، توی صورتش بگین، چی میشه؟ insulting، اهانت. غیبت، تهمت، اهانت. و در اسلام شما حقی ندارید که نه چه به کسی تهمت بزنید، چه غیبت بکنید و چه اهانت بکنید. حتی اگر یک کسی اشکال داره، عیب داره، نقص داره، آیا وظیفه ما هست که ما بریم توی صورتش وایسیم بهش توهین بکنیم، انسالت بکنیم؟ برسیدیم به مسئله امر به معروف، اینجا جمع بکنم بحثو. میگن آقا امر به معروف و نهی از منکر چی؟ اولا امر به معروف و نهی از منکر رو چه کسی اجازه داده شما با لهجه تند بگید؟
یکی از شرایط امر معروف اینه که شما باید دلسوزانه بگین. یکی از شرایط امر معروف اینه که اول باید مخفیانه، جداگانه، بدون اینکه جلوی مردم باشه بگین. اگه اون شرایط رو رعایت بکنیم هیچ وقت مسئله توهین پیش نمیاد. او برکه یه نوع هلپ و یه نوع دلسوزی هست نسبت به انسان. توی یک کلام، این جزء مسئولیت ها و جزء وظایف ما نیست که مردم رو جاج بکنیم. امر به معروف یعنی چی؟ یعنی جامعه رو از لحاظ بدی کنترل بکنیم، مردم به دعوت به خوبی بکنیم و از بدی حفظ بکنیم. اما این که ما مردم رو جاج بکنیم که آقا شما بهشتی هستی یا شما جهنمی هستی، که بعضیا دارن یه دونه خودکار قلم برداشتن آقا شما جهنمی، شما بهشتی. هیچ کسی جز خدای متعال نمیتونه رو تشخیص بده که چه کسی به بهشت میره و چه کسی دوزخی میشه. و بارها و بارها هم شنیدین داستانای مختلفی رو گفتن که اون عارف بزرگ اول دوز سرگردنه بود، فلان عالم بزرگ اولش سواد نداشت. زیاد هست مثالایی که میتونیم بزنیم. و چه بسیار انسانایی که با علم و تقوای بدون مثال، مثل شیطان، مثل ابن ملجم، مثل ابو موسی اشعری، عاقبتشون جز رسوایی نشد. پس میرسیم به مسئله صمت، این زبانی که جرمش کمه اما جرمش زیاد. مواظب این چند تا جرم باشه. حالا راه حل چیه؟ How we can solve this problem؟ چجوری میتونیم از این آفت نجات پیدا بکنیم؟ که مهر خاموشی بر لب ما باشه. این مثل اینه که میگن، به قول معروف فارسی میگن، اینه که به جای اینکه جواب صورت مسئله رو بنویسیم، صورت مسئله رو پاک کنیم. به جای اینکه بیایم we find a solution for the problem، we clean the own problem. به جای اینکه بیایم صحبت کردن رو اصلاح بکنیم، میگیم آقا اصلا حرف نزن. برای چی در اسلام روزه سکوت باطل شد؟ حرامه. در زمان حضرت عیسی علیه السلام بود روزه به نام روزه سکوت که نباید حرف می‌زدن، که نشونیش هم سوره مبارکه آل عمران، وقتی خداوند به حضرت مریم وحی میکنه که به مردم اشاره بکن که من روزه هستم با بچه صحبت بکنیم. ولی در زمان پیغمبر خاتم، وقتی که نوبت رسید به دین اسلام توسط حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، این ام برداشته شد. چرا که دیگه اینجا سکوت جواب بده نیست. او یه زمانی بود که عقل بشر نیاز داشت با سکوت رشد بکنه، اما اون سکوت مطلق برای یکی دو روز دیگه ادامه پیدا نکرد و حرام هست کسی اگر روزه سکوت بگیره. حالا ملاک اسلام چیه؟ و ملاک امیرالمومنین و کان اکثر و دهری صامتا، صمت معنیش چی است؟ سکوتی که انسان قبل از تکلم میکنه. That silence, we prepared to talk. We think about what we want to say. That's sumt. همون سکوتی که مطلق باشه، بدون هیچ نوع قاعده و ملاک نیست. یک کلام، حرفی رو که میخواییم بزنیم اول در موردش فکر بکنیم. ما عبد الله بشیء کالصمت اور کالصمت. اگر خدا فرمود چیزی مثل صمت و این سکوت با تفکر، نمیتواند خدا را عبادت بکنه مگر کسی که این چنین سکوتی رو داشته باشه. حالا چرا این همه عظمت برای او هست؟ باز برمیگردیم به همین پله اول، که خیلی از مشکلات ما، خیلی از مصیبت هایی که برای ما ایجاد میشه از برکت زبان ماست. حالا سوال اینه که امام غزالی توی احیاء العلوم تقسیم بندی میکنه جمله ها رو، میگه کلام انسان از چهار حالت خارج نیست. این یکی از سخنان معروف همیشون تقسیم بندیش رو کرده بود، که ما این حرفی که از دهان ما خارج میشه از چهار حالت خارج نیست. فرست، اول اینه که خیر مطلق، دوم اینکه شر مطلق، سوم